در هفته ای که گذشت افتتاحیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری رو داشتیم. دیروز مقام معظم رهبری دو تعبیر در رابطه با خبرگان داشتند. فرمودند موهبت الهی و مجلس معظم. مجلسی این چنین در دنیا بی سابقه است. 88 مجتهد مطلق یا مجتهد متجزی با انتخاب مردم کسانی را بفرستند به یک مجمعی که در کلانترین مسائل کشور تصمیم بگیرند. ایشان فرمودند که شخصیت حقوقی مجلس خبرگان روشنه، اما از شخصیت حقیقی مجلس خبرگان، علمای بلاد، نخبگان و خبرگان این ملت، بیشتر از این می شود استفاده کرد. این دوره پیشانیش پیام مقام معظم رهبری بود و انتخاب هیئت رئیسه و اعضای کمیسیونهای ششگانه مجلس خبرگان رهبری. در فضایی بسیار صمیمی این انتخابات شکل گرفت. نقطه برجسته این اجلاس انتخاب فقیه مجاهد آیت الله جنتی به ریاست مجلس خبرگان رهبری بود. رسانه‌های استکباری در تخریب این فقیه مجاهد آنچه در چنته داشتند ایام انتخابات به میدان آوردند، ولی خبرگان ملت منتخب شما هستند، جزئی از شما هستند. آنچه خبرگان انجام داد در حقیقت شما انجام دادید و تو دهنی محکمی زدید به امریکا، انگلیس، رسانه‌های استکباری. پیام این انتخاب این است: تحلیل گران بیگانه بد تحلیل نکنند. اگر واقعیت رو در این عرصه میخواهند ببینند، واقعیت آن بود که در مجلس خبرگان ملت خودش را نشون داد. تخریب ها در کوتاه مدت جواب میده، اما در دراز مدت جواب نخواهد داد. خورشید همیشه پس ابر باقی نمیماند. گفت زمستان تمام میشود و روسیاهی برای زغال میماند. و اما مقام معظم رهبری در رهنمودهایی که در دانشگاه جامعه امام حسین داشتند و نیز در دیدار خبرگان، واژه جدیدی رو به ادبیات سیاسی کشور افزودند. اون واژه جدید واژه
جهاد کبیر بود. سوره فرقان آیه 52: فلا تطع الکافرین و جاهدهم بهی جهادن کبیرا. از کافران تبعیت نکن و با آنها جهاد کبیر داشته باش. آن چیست؟ تفسیر مجمع البیان آن را برگردونده به قرآن، یعنی قرآن میتواند محور ارزشمندی در عرصه مبارزه فرهنگی با دشمنان باشد. احتمال دیگری هم در تفاسیر هست، مقام معظم رهبری هم احتمالش را دادن که این بهی برگرده با عدم اطاعت از کفار. شما تبعیت از کفار نکنید، اهل جهاد کبیر هستید. سروران عزیز، ما در حال این جهاد هستیم. آنچه دشمنان شما در 8 سال جنگ تحمیلی به دست نیاوردند، با تحریم به دست نیاوردند، با تبلیغات به دست نیاوردند، میخوان در این جنگ نرم به دست بیارند. در این جنگ نرم چند وسیله برای جنگیدن دشمنان هست. یکی باختن روحیه، اینکه کسانی بیان بگن ما نمیتونیم با آمریکا بجنگیم، ما نمیتوانیم منطقشون باشه، این ابزار اونا در این جنگ نرم روانی است. قرآن از این تعبیر میکنه به فشل، حتی اذا فشلتم. در جنگ احد روحیتونا باختید، بیچاره شدید، یک عاملش این بود دیگه. اسمشو میذاره وهن. و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. اونها که دیروز میگفتن با مرگ بر شاه شاه سرنگون نمیشه، امروز همونها میگن ما چاره نداریم جز اینکه رابطه با امریکا داشته باشیم. این همان است که دشمن میخواهد، فضاسازی برای رابطه با امریکا. فضاسازی فضاسازی برای مذاکره با امریکا. به فضل خدا این ملت شاه رو سرنگون کرد، در سایه انقلاب این ملت سوسیال دموکراسی شرق متلاشی شد و به یاری خداوند در آینده نچندان دور لیبرال دموکراسی غرب هم شکست خواهد خورد. دومین ابزار جنگ عبارت است از نفوذ. دو، نفوذ در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی است. واژه‌ای که از عید فطر گذشته تا کنون ده ها بار مقام معظم رهبری تکرار کردند. سه، تخریب عناصر قدرت نظام، عناصری که روز روزش به صحنه میان دشمن را به روز سیاه می نشانند. یعنی چی؟ یعنی یک، تخریب نیروهای مؤمن
و انقلابی به نام افراطی، به نام تندرو، این کار دشمنان هست. دو، تخریب روحانیون انقلابی و وفادار به نظام با آرم تند، با آرم افراطی و با آرم آخوند حکومتی. سه، تخریب نهادهای تأثیرگذار در نظام مثل شورای نگهبان، مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. این عزیزان روز حادثه و قبل از روز حادثه بازوهای پرتوان این ملتند. و چهارم، دو قطبی کردن جامعه، جامعه ای که به فضل خدا یک راه دارد، یک رهبر دارد، یک مسیر دارد، میخوان چنین وانمود کنند که جامعه دو قطبی است. چهار، غفلت از دشمن و پرداختن به مسائل فرعی و از مسائل اصلی غافل شدن. تنها راه ایستادگی و مقاومت، عدم تبعیت، بصیرت و بصیرت افزایی و مقاومت در این مسیر هست. چون وقتم تمامه، اجازه میخوام آخرین مطلب رو بگم. آخرین اطلاعی که بنده امروز ساعت 10 گرفتم این بود که برای بار دوم هم که هیئت ایرانی برای حج به جده رفتند، اما متاسفانه همچنان حکام لجباز و حکام جاهلی آل سعود در برابر دو خواسته حق ملت ایستادند و مقاومت کردند. دو تا حرف ما داریم. یک، مردم ما مردم عزیزی هن، مردم با کرامتی هن. ما حجی میخواهیم که به حجاج ما اهانت نشه. دو، امنیت حجاجمون رو تأمین کنید. نه سفارتخانه اونجا داریم، نه کنسولگری داریم. هرچی هم به اینا میگن شما تضمین بدید، تضمین نمیدن. بعثه مقام معظم رهبری، حج و زیارت، تمام تلاششون را به کار بردن که امسال حج ایرانیان برپا بشه. اونها نگذاشتن، اونها صد عن سبیل الله کردند. حکام و مفتیان جنایتکار اونها مدام میگویند این ایرانی ها هستن که نمیخوان بیان. چرا دروغ میگید؟ شما مصداق کسانی هستید که صد عن سبیل الله کردید که کار کفاره. ان الذين كفروا و صدوا عن سبیل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. شما مصداق این ضلال بعید هستید. و این حقیقت، این حادثه نشان داد بار دیگر. چرا میگم بار دیگر؟ در حادثه جمعه خونین نشان داد، در حادثه جان باختن حاجیان عزیز ما، حاجیان جهان اسلام نشان داد که آل سعود لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارند و باید حرمین شریفین تحت نظر هیئتی از دول اسلامی که این دو ویژگی را داشته باشند، یک، دلداده تیغ بشند، جانشون مملو از نفرت از استکبار باشد، اینها بیان اداره کنند. آدمها، عمل اکره صهیونیستا لیاقت اداره حرمین شریفین رو ندارند.